سلام، منصوره هستم. به کانال من خوش اومدی. طرز تهیه موزکیک انار. قالب 15 سانتی رو چرب و آرد پاشی کن و یا همین که کاغذ روغنی بنداز. فر رو در دمای 190 درجه سانتیگراد روشن کن. آرد، بیکینگ پودر و کاکائو رو با همدیگه علک کن. مواد خوش رو خوب با همدیگه مخلوط کن. بهتر یه بار دیگه مخلوط مواد خوش رو علک کنی تا هم سبک بشه و هم مطمئن بشی که کاملا مخلوط شده. تخم مرغ و شکر رو با سرعت متوسط حدوداً 4 دقیقه هم بزن تا کرمی بشه. بعد از این مدت اول روغن رو اضافه کن و بعد وانیل و شیر رو هم اضافه کن و در حد مخلوط شدن هم بزن. حالا مواد خوش رو اضافه کن و کمی هم بزن تا اینکه ذرات آرد دیده نشه. البته میتونی به جای لایه کیک از لایه بیسکویتی استفاده کنی. یعنی بیسکویت خرد شده رو با کره ذوب شده مخلوط کنی و ته قالب پرس کنی. لطفاً زیادی هم نزن. مایه کیک رو تو قالب بریز و 20 دقیقه در دمای 180 درجه بپز. بعد پخت بذار کمی خنک بشه و بعد از قالب خارجش کن تا به دمای محیط برسه. برای درست کردن لایه موز، ژلاتین رو روی آب انار بپاش. مخلوط کن تا همه ژلاتین خیس بشه. و بعد برای 5 دقیقه کنار بذار تا ژلاتین به اصطلاح بشکفه. در ظرف دیگه خامه، ماست چکیده یا پنیر ماسکارپونه و شکر رو با هم مخلوط کن. من از کوارک یا ماست چکیده استفاده میکنم. ولی پنیر لبنه، پنیر ماسکارپونه و پنیر خامه‌ای هم جواب میده. وانیل رو فراموش نکن. من از وانیل خمیری استفاده میکنم چون دونه هاش خیلی دسر رو قشنگ میکنه. میتونی از عصاره وانیل و یا وانیل شکری هم استفاده کنی. بعد از 5 دقیقه ژلاتین رو روی بخار آب و یا در مایکروویو ذوب کن. فقط مواظب باش داغ نشه. چون ژلاتین در دمای 80 درجه به بالا خاصیتش رو از دست میده. بعد اینکه آب انار و ژلاتین شفاف شد، چند دقیقه مهلت بده از داغی بیفته و به دمای محیط برسه. و بعد کمی از مواد رو با ژلاتین مخلوط کن. در نهایت ژلاتین رو به کل مواد اضافه کن و هم بزن. این کار برای اینه که ژلاتین دچار شوک دمایی نشه و یهو نبنده. اگه در نهایت دسر هنوز خیلی کم رنگه، میتونی به دلخواه خودت مقدار خیلی کمی رنگ خوراکی بهش اضافه کنی تا صورتی کم رنگ بشه. حالا اگه روی کیک برجسته هست جداش کن. میتونی از رینگ یا تلق کمک بگیری. من یه تیکه تلق شفاف رو دور کیک با چسب نواری ثابت میکنم. و بعد هم کیک رو دوباره توی قالب میذارم. حالا لایه موس رو بریز روی کیک و کمی سطحش رو صاف کن. کیک و موس رو 2 ساعت توی یخچال بذار تا کمی خودش رو بگیره. برای لایه سوم یا ژله انار، دوباره ژلاتین رو روی آب انار خنک بپاش و مخلوط کن. فقط اینکه این کار رو در فاصله کمی نسبت به استفاده انجام بده. چون اگه خیلی طول بکشه و محیط هم کمی سرد باشه یا کاسه رو روی سنگ آشپزخونه بذاری، ممکنه ژلاتین کمی ببنده. 5 دقیقه کنار بذار، دوباره روی بخار آب یا با احتیاط در مایکروویو ذوب کن. فوری شکر رو به آب انار گرم اضافه کن و هم بزن تا شکر حل بشه.
اجازه بده به دمای محیط برسه. ژلاتین به دمای محیط رسیده رو خیلی آروم روی لایه موس بریز. بعد هم با کمک یه جسم نوک‌تیز حباب‌های هوا رو خالی کن. دسر رو این بار برای یک شب کامل یا حداقل 8 ساعت در یخچال قرار بده. بعد این مدت تلخ رو با احتیاط جدا کن. میتونی از یه پالت کمک بگیری. در نهایت میتونی با کمی انار تزیینش کنی. من مثل اغلب دسرهای ژلاتینی چاقو رو اول با آب جوش داغ کرده بودم. اما در مورد این دسر همونطور که میبینی خیلی خوب جواب نداده، چون ژله رنگی رو کمی ذوب کرده. این دسر با چاقوی سرد خیلی بهتر برش میخوره. این دسر ساده و زیبار برای یلدا درست کن و هنرتو به نمایش بذار. ببین لایه های کیک و موس و ژله انار چقدر خوب خودشون رو گرفتن. راحت میشه چاقو رو توی موس فرو برد. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک و شیر یادت نره. سابسکرایب کانال هم خیلی کمک بزرگی برای منه. نوشه جان.